همزمان با بازگشایی دانشگاه ها در ایران بسیاری از دانشجویان و خانواده هاشون با مشکلات سنگین اقتصادی روبرو هستند. دانشگاه ها که روزی محلی برای رشد و پیشرفت علمی بودند، الان به ابزاری برای کسب درآمد حکومت و وابستگانشون تبدیل شده. افزایش شهریه ها، فشارهای اقتصادی و نبود حمایت های لازم باعث شده تا برخی دانشجوها تحصیل انصراف داده و حتی دچار افسردگی و خودکشی بشن. آیا سیستم آموزشی به منبعی برای غارت مردم تبدیل شده؟ برای پاسخ به این سوالات در ارتباط هستیم با آقای فرواد رضانیا، تحلیلگر امور سیاسی. آقای رضانیا با سلام و خوش آمد به شما. می‌خواستیم از شما بشنویم که چطوری دانشگاه‌های ایران به ابزاری برای کسب درآمد حکومت تبدیل شده و چه کسانی از این سیستم نفع می‌برن؟ بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همه بینندگان شما و درود میفرستم به همه کانونهای شورشی در سرتاسر کشور. همونطوری که شما گفتیدیم شده محل درآمد رژیم در حقیقت. واقعیت اینه که رژیم آخوندی از اشتیاق مردم، خانواده ها و جوانان به تحصیلات و تحصیلات علمی و تحصیلات رده بالا در حقیقت و تلاششون برای باز کردن راه برای پیشرفت در زندگی سوء استفاده میکنه و در حقیقت تبدیلش کرده به محل درآمد خودش. بنا به این گزارش های آمار رژیم، البته هیچ وقت درست نیست، ولی طبق آماری که این خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، در کشور در ایران الان 2569 دانشگاه وجود داره که از این 2569 تا 500 و تقریبا 840 تاش مثلا غیر انتفاعی هستن و 141 کیش دانشگاه های دولتی هستن و بعد بقیه اینها. با توجه به راکت بودن بازار کار در کشور، با توجه به فرسوده بودن زیر ساختا و اینکه رژیم آخوندی اساساً علاقه ای به راه انداختن چرخ اقتصاد و وضعیت اقتصاد نداره، میبینیم که در حقیقت میشه توضیح داد که کاری که با دانشگاه ها میکنه چیه. کاری که با دانشگاه ها از چندین سال پیش کرده اینه که به اسم این که دانشگاه ها باید خودکفا باشن از نظر مالی، هزینه های دانش در حقیقت کمک ردیف بودجه‌ای که مربوط به دانشگاه ها و تحصیلات عالی هست اینا رو هی کم و کمتر کرده و اینکه دانشگاه ها باید خودشون منابع خودشون رو تعیین کنن. حالا عوامل رژیم آخوندی که در رأس دانشگاه ها هستن یا هیئت امنای این مثلا مؤسسات غیر انتفاعی و دانشگاه آزاد هستن، منابع مالیشون از کجا میخوان تعیین کنن؟ از جیب دانشجوها، از جیب خانواده های دانشجوها. و اینه که میبینیم که شهریه های تحصیلی هی بالاتر و بالاتر رفته و صرفا هزینه، یعنی در حقیقت به هزینه به شهریه باید هزینه خوابگاه، هزینه خورد و خوراک و غذا، هزینه تامین کردن کتاب و لوازم تحصیلی و همه اینا رو هم اضافه کرد که موجب میشه در حقیقت یه خرج بسیار بسیار زیادی بر گرده خانواده ها که با توجه به وضعیت اقتصادی و وضعیت شدید تورم و بحران اقتصادی که در رژیم آخوندی در حقیقت در ایران حاکم کرده، خیلی خیلی سخت نیست که بفهمیم که خانواده ها در چه شرایط سخت و بغرنجی قرار میگیرن و همینطور که شما گفتید خیلی ها ترک تحصیل میکنن، یه قسمتش از این جهت که توانایی تامین هزینه هاشو ندارن، یه قسمت دیگه این که چشمنداز کار و استفاده کردن از تخصصی که دارن و تحصیلاتی که کردن بسیار بسیار محدود و ناچیز هست. بله آقای رضانیا، شما یه اشاره کردیم به بیش از 800 مدرسه غیر انتفاعی. این مدرسه تو ایران دست چه کسایی هستش و چطوری تبدیل به ابزار سودجویی و کسب درآمد شده؟ بله، اجازه بدید من اول یه توضیحی در مورد این غیر انتفاعی بدم که مثل همه چیزهای دیگه آخوندی در حقیقت برعکسه.
مؤسسات غیر انتفاعی که به انگلیسی بهش میگن نان پروفیت اورگانایزیشن، این مؤسسات این که سوداوری نباید داشته باشن. یعنی مدل تشکیل اینا این هست که یه آدم ثروتمندی یا یک شرکتی یا یه نفر که توانایی مالی بالا داره یک مؤسسه تشکیل میده، یک مؤسسه ایجاد میکنه با یک هدف خیلی خاصی، مثلا تحصیلات دانشگاهی، میتونه چیزای دیگه باشه ولی حالا چون ما در مورد دانشگاه صحبت میکنیم اینه که برای تحصیلات دانشگاهی، ولی از این کارش دنبال سوداوری مطلقا نیست. حالا تو کشورهای پیشرفته هم از این دانشگاه های مؤسسات غیر انتفاعی داریم، شاید بزرگ دانشگاه های آمریکا از این مؤسسات غیر انتفاعی هستن که سوداوری نباید داشته باشن، یعنی هرچی که درآمد دارن در دانشگاه باید بمونه، خرج بالا بردن کیفیت دانشگاه، بهتر بودن استاد، امکانات تحصیلی و از این قبیل بشه. توی رژیم آخوندی اساسا همین چیزی وجود نداره، یعنی این مؤسسات مثلا غیر انتفاعی نه تنها غیر انتفاعی نیستن بلکه به هدف سوداوری برای عوامل رژیم تبدیل شده، نه ترازنامه مالیاتی مشخصی دارن، نه شفافیت مالی اساسا دارن. اینه که اسم اینا رو غیر انتفاعی گذاشتن نباید کسی رو به اشتباه بندازه، اینا صرفا برای خالی کردن جیب مردم و پر کردن جیب این جماعت تصویب شده. کاری هم که میکنه درست به همین دلیل که گفتم، به خاطر اشتیاق مردم به خانواده ها و جوانان به تحصیلات عالی، به پیشرفت کردن، و اینو تبدیل کرده به محل درآمد خودش. از تعداد دانشگاه ها در حقیقت، این که در کشور چه تعداد دانشگاهی هست، حالا اگر که این آمار رو درست باشه مال ایسنا که نزدیک 2600 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی هست، تعدادش اینقدر مهم نیست که کیفیتش مهم هست در حقیقت. یعنی میتونه 5 تا دانشگاه باشه که این دانشگاه ها شاخه های مختلف دارن، ولی کیفیت استادا، کیفیت تدریس، کیفیت تماس با دانشگاه های دیگه، کیفیت تماس های بین المللی، همکاری های بین المللی، و این قسمتشه که مهمه. حالا اینکه 5 تا باشه، 50 تا باشه یا 5000 تا باشه. ولی در این مؤسساتی که رژیم به اسم تحصیلات عالی درست کرده، میدونیم که در اکثریتش نه تنها کیفیت تدریس، کیفیت امکانات آموزشی پایین هست، بلکه تبدیل، همینطور که گفتم، تبدیل شده به یه مرکزی صرفا برای غارت و چپاول بیشتر و سوء استفاده از علاقه جوانای ایرانی و خانواده های ایرانی به تحصیلات عالی و تحصیلات بالاتر. بله، با توجه به این توضیحاتی که شما دادین در رابطه با مدارس غیر انتفاعی و اختلافش با کشورهای مختلف، پس گسترش دانشگاه آزاد و همین مدارس غیر انتفاعی چه پیامدهای اجتماعی آموزشی تو ایران داره؟ بله، کیفیت در حقیقت از بالا رفتنه، و همون دلیلی که گفتم چون اینا کیفیت نداره، هرچی که تعدادش بیشتر میشه کیفیتش هم پایین‌تر میاد. یعنی در حقیقت باید گفت که توی تمام این سیستم دانشجوهای ایرانی، جوانان ایرانی، سوادی که کسب میکنن و توانایی‌های علمیشون به رغم همه خرابکاری‌های رژیم هست و نه در نتیجه اینکه مثلا سیستم علمی و آموزشی خوب هست. این ربطی به رژیم نداره و نتیجه کار و کوشش دانشجوهای ایرانی هست. ولی بالا رفتن تعداد این مؤسسات که بدون داشتن استاد، بدون داشتن امکانات درست میشه، موجب پایین اومدن کیفیت دانشگاه ها میشه و از طرف دیگه موجب بالا رفتن بیکاری در بین تحصیل کرده ها، در بین فارغ التحصیل ها خواهد شد. همین الانش هم رژیم آخوندی بالی که از بالاترین آمار بیکاری در بین فارغ التحصیل های دانشگاهی رو داره و این از این هم بیشتر خواهد شد. از یه طرف برای یه درصدی، همونطور که شما گفتید، موجب ناامیدی و ترک تحصیل میشه، ولی از طرف دیگه این هست که دانشجوها همیشه بیدار هستن، در صف مقدم هستن و این زمینه‌ساز اعتراض‌ها و قیام دانشجوها علیه رژیم آخوندی خواهد بود.
بله، با تشکر از شما آقای فرواد رضانیا که در این برنامه همراه ما بودید و به سوالات ما پاسخ دادید. تشکر میکنم، وقت شما بخیر. خدا نگهدارتون.